جمع‌بندی آخرین تحولات انتخابات آمریکا و بازتاب آن در ایران و جهان. شب بخیر، پیام یزدان هستم. به یک ویژه برنامه دیگر از بخش فارسی صدای آمریکا خوش آمدید. انتظار برای روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به لحظات پایانی خود نزدیک می‌شود و به زودی و شاید تا جمعه فصل جدیدی از کتاب بزرگ دموکراسی آمریکا ورق بخورد. دو روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن نامزد دموکرات این انتخابات بار دیگر تکرار کرده که اطمینان دارد با شمارش همه آرا او پیروز انتخابات خواهد بود. همزمان تیم حقوقی پرزیدنت ترامپ روند حقوقی شکایت او را پیگیری می‌کنند و در این میان احتمال دارد تا مشخص شدن نتیجه هفته‌ها فاصله داشته باشیم. امیدواری پرزیدنت ترامپ به پیروزی در حالی که جو بایدن به نزدیک عدد طلایی 270 رسیده چه بیم و امیدی در دل آمریکا و جهان انداخته است. با گذشت بیش از دو روز از رأی‌گیری سراسری در آمریکا هنوز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده است. پرزیدنت ترامپ و رقیبش جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، تا کنون صحبت‌هایی با مردم آمریکا داشتند. فرهاد پولادی اینجا در استودیو همراه است. فرهاد، چه مطالبی توسط پرزیدنت ترامپ و آقای بایدن عنوان شده؟ بله، پرزیدنت ترامپ ساعتی پیش از کاخ سفید، همون سالن کنفرانس خبری مطبوعاتی، مطالب انتقادی را درباره نحوه و روند شمارش آرا بیان کرد. پرزیدنت ترامپ گفت اگر شمار آرای قانونی را محاسبه کنید من به آسانی پیروز میشم، اگر آرای غیر قانونی را بشمارید، اگر آرایی که دیر رسیده است را بشمارید میبینید که آنها تلاش دارند انتخابات را به سرقت ببرند. او ادامه داد که این مسئله را به دقت در دست بررسی دارند. تا کنون در بسیاری از ایالت‌های حساس، پرزیدنت ترامپ ادامه داد گفتش، مانند فلوریدا، آیوا، ایندیانا، اوهایو و بسیاری دیگر قاطعانه به پیروزی گسترده‌ای دست یافته، اون هم به رغم مداخله بی سابقه رسانه‌های بزرگ، سرمایه‌های کلان و قول‌های فناوری به این پیروزی و پیروزی‌های زیاد دست یافتیم. ادامه دادن گفتن همون گونه که همه دیدن با ارقام بی سابقه پیروز شدیم. همچنین جو بایدن، رقیب دموکرات پرزیدنت ترامپ، از هواداران و مردم خواست تا شمارش همه آرا صبر پیشه کنند. جو بایدن گفت در آمریکا برگه رأی مقدس است، از این طریق مردم اراده خودشون را نشون میدن و تنها اراده آنها و نه هیچ چیز یا فرد دیگری رئیس جمهور آمریکا را انتخاب میکنه، بنابراین هر برگه رأی باید محاسبه شود و ما همچنان که شاهدش هستیم همین فرایند داره ادامه پیدا میکنه و باید هم این گونه باشه. گفتش که دموکراسی امری بی نظم، بعضی اوقات بی نظم و بعضی اوقات نیازمند صبر هستش و این صبر هم گفته توی تاریخ 240 ساله آمریکا پاداشش رو مردم دریافت کردن و این امر باید ادامه پیدا کنه. گفتش که من و سناتور هریس از روند امور راضی هستیم و هیچ شکی نداریم پس از اتمام شمارش تمامی آرا ما پیروز اعلام خواهیم شد. همچنان مقامات چند ایالت باقی مونده اعلام کردن که تحت فشار کماکان دارن به صورت فشرده دارن شمارش آرا رو پستی رو انجام میدن. پیام ممنون از فرهاد پولادی. پرزیدنت ترامپ در توییتی نوشت دموکرات ها سعی دارند انتخابات را از ما بدزدند و اضافه کرد آرایی که تا پایان روز انتخابات شمارش نشده مشروعیت ندارد. رئیس جمهور آمریکا امشب هم در کنفرانس مطبوعاتی به موضوع دستکاری در آرا و مهندسی انتخابات اشاره کرد و گفت که خواستار شمارش آرا قانونی این انتخابات است و تاکید کرد که ممکن است موضوع را به دیوان عالی بکشاند. در اینجا همراه میشیم با خانم شهلا آراسه تا ببینیم حزب جمهوری خواه تا چند اندازه در این موضوع گیری با پرزیدنت ترامپ همراه است. خانم آراسه؟ میچ مکانل در پاسخ شما، رهبر اکثریت جمهوری سنا، امروز در مورد بیانات پرزیدنت ترامپ مبنی بر ارجاع اختلاف در مورد نتایج آرا در برخی ایالت‌های کلیدی به دادگاه گفت مشکلی با موضع رئیس جمهوری نداره. آقای مکانل، رهبر اکثریت جمهوری سنا، اضافه کرد که در دادگاه در مورد این اختلاف تصمیم میگیره. این روشی است که ما در این کشور عمل میکنیم. داشتن انتخابات مورد اختلاف
غیر معمول نیست و همیشه اتفاق میفته، بنابراین گفت فکر نمیکنه رئیس جمهور باید مورد انتقاد قرار بگیره. تام کاتون سناتور جمهوری خواه در واکنش در توییتر نوشت پرزیدنت ترامپ شهرستان های مرزی رو که عمدتا لاتین تبار هستند و از زمان های دور به دموکرات ها رای دادن برنده شد. آمریکاییان به خانواده خود و پرچم کشورشون رای دادند. لیبرال ها در تلویزیون ها نمی توانند اونها رو به خاطر عشقشون به این کشور شرمنده کنند. در همین ارتباط کریس کون سناتور دموکرات هم در توییتر در واکنش نوشت ریاست جمهوری متعلق به دونالد ترامپ نیست، به مردم آمریکا تعلق دارد. ما هنوز یک دموکراسی هستیم، هر یک از آرا شمارش و هر صدایی شنیده خواهد شد. اعضای کنگره در این ساعات در شبکه‌های اجتماعی و در گفتگو با شبکه‌های رسانه خبری و تلویزیونی هر کدوم به دفاع از مواضع و منافع حزبی خودشون در جریان نهایی شمارش آرا انتخاباتی مشغول هستند. آقای یزدان، ممنون از شما خانم شهلا آراسه. موفقیت اخیر پرزیدنت ترامپ در میانجیگری توافق‌های صلح میان اسرائیل و کشورهای عربی از حمایت دو حزبی نیرومندی برخوردار شده است. از این رو به باور برخی ناظران، فارغ از آن که پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه کسی باشد، میانجیگری آمریکا برای تسهیل روند صلح ادامه خواهد داشت. مایکل لپین از بخش فارسی صدای آمریکا با شوشانا براین، مدیر ارشد مرکز سیاست گذاری یهودیان مستقر در واشنگتن، و سرتیپ بازنشسته مایکل هرتسوگ، مقام ارشد سابق وزارت دفاع اسرائیل و هموند انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک در تل آویو، درباره این موضوع که انتخابات آمریکا و مخالفت ایران چگونه بر روند صلح خاورمیانه تاثیر میگذارد گفتگو کرده که توجه شما را جلب می‌کند. چندی پیش امارات متحده عربی و بحرین در چارچوب توافق صلح ابراهیم که با تلاش کاخ سفید به دست آمد، روابط سیاسی خود با اسرائیل را به حال عادی درآوردند. مایکل هرتزاگ، مقام ارشد سابق وزارت دفاع اسرائیل، در پاسخ به این سوال که انتخابات ایالات متحده بر آینده این تحول سیاسی چه تأثیری خواهد داشت، میگوید این روند ادامه پیدا می‌کند. The breakthrough towards normalization between Israel and Arab states is definitely a historic development. موفقیت حاصله در زمینه عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی قطعاً یک تحول تاریخی و یک تغییر عظیم است که هیچ کس نمیتواند آن را نادیده بگیرد. پیش بینی ها در اسرائیل این است که این روند فارغ از نتیجه انتخابات ادامه و گسترش خواهد یافت، چون نمیتواند نادیده گرفته شود و نهایتاً به نفع منطقه و آمریکاست. اما ممکن است بین سیاست‌های دو دولت تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. اگر پرزیدنت ترامپ دوباره انتخاب شود، من تصور می‌کنم که آمریکا همچنان به شدت تلاش خواهد کرد تا این روند عادی سازی را گسترش دهد و شمار بیشتری از کشورهای منطقه را با این روند همراه کند. و من اگرچه انتظار دارم دولت بایدن نیز همین روند را تشویق کند، نمیدانم که آیا با همان شدت به سوی دستیابی به آن هدف پیش خواهد رفت یا نه. شوشانا براین، مدیر ارشد مرکز سیاستگذاری یهودیان، معتقد است که عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل نتیجه تحرکات تهدیدآمیز ایران است. How you think it's going to go depends on why you think it's here. If you believe that President Trump was نگرش شما نسبت به رویدادهای آینده به دیدگاه شما درباره چرایی به وجود آمدن شرایط کنونی بستگی دارد. اگر شما بر این باورید که پرزیدنت ترامپ طرفها را به این سمت و سو سوق داده است، خواهید گفت که فشار دولت بایدن بر آنها کمتر خواهد بود. اما این روندی طولانی است و گفتمان میان طرفها از مدت‌ها پیش آغاز شد. رویکرد دولت اوباما در قبال ایران، شامل مذاکره، پرداخت پول و رسیدن به توافق، بسیاری از کشورهای شمال آفریقا و خلیج فارس را نگران کرده بود و آنها به دنبال ثبات بودند. پرزیدنت ترامپ پس از توافق اسرائیل و سودان برای عادی سازی روابط گفت تلاش می‌کند تا 10 کشور دیگر را به این کار ترغیب کند. نخستین نامزد برقراری این رابطه در شمال آفریقا مراکش است. به نظر من برای الجزایر و تونس هنوز خیلی زود است. اسرائیل برای مدتی طولانی با مراکش روابط غیر رسمی داشته است.
پایگاه هوایی العدید در جنوب غربی دوحه، پایتخت قطر، یکی از مهمترین قرارگاه‌های نیروهای آمریکا در منطقه است و بسیاری از امیرنشین قطر به عنوان نامزد بعدی عادی‌سازی روابط با اسرائیل نام می‌برند. به نظر من قطر هرگز به آن مرحله نخواهد رسید. قطر از جهاد متعدد یکی از بازوهای ایران است و پول ایران را صرف چیزهایی می کند که جهت ایجاد مزاحمت برای اسرائیل و یا کشتن اسرائیلی ها طراحی شدند. در مورد عمان شاید، چرا که نه؟ آقای هرتزاگ روابط میان اسرائیل با مصر و اردن را به صلح سرد تشبیه کرد و گفت صلح برقرار شده بین اسرائیل با امارات و بحرین صلحی گرم و صمیمانه است که نه فقط میان دولت‌ها بلکه میان مردم این سه کشور برقرار شده است. خانم براین هم گفت ایران در منطقه کاملا منزوی شده و تصمیم بحرین و امارات برای عادی سازی روابط با اسرائیل نتیجه تهدیدهای امنیتی ایران برای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است. اما در خصوص سیاست خارجی دو نامزد ریاست جمهوری، در صورت پیروزی و راهیابی آنها به کاخ سفید در رابطه با برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، همکارم شپول عباسی بیشتر به ما خواهد گفت. شپول، پیام آقای بایدن بارها در مناظره‌ها و مصاحبه‌هاش در خصوص سیاست خارجی، در صورت پیروزی و راهیابی به کاخ سفید و نوع تعامل دموکرات‌ها با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از برجام دفاع کرده و منتقد سیاست کنار کشیدن آمریکا از توافق جامعه هسته‌ای موسوم به برجام توسط جمهوری خواهان به رهبری آقای ترامپ در 18 اردیبهشت سال 97 بود. دیدگاه دموکرات‌ها نسبت به برنامه هسته ایران در بخش سیاست خارجی وبسایت رسمی آقای بایدن به این صورت شرح داده شده که توافق هسته‌ای تاریخی ایران با مذاکرات دولت اوباما بایدن در کنار متحدان و دیگر قدرت‌های جهانی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شد. با این حال پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفت اون رو کنار بگذاره و باعث شد ایران برنامه هسته‌ای خود رو دوباره آغاز کنه، تحریک‌آمیزتر بشه و منطقه رو در آستانه جنگ فاجعه بار دیگری قرار بده. در وبسایت آقای بایدن به صورت واضح و مشخص اعلام شده که اگر تهران به توافق خودش منظور برجام پایبند باشه، اون با استفاده از دیپلماسی سختگیرانه و حمایت متحدان برای تقویت و گسترش اون توافقنامه رو دوباره آغاز میکنه و همزمان به طور مؤثرتری علیه سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران خواهد ایستاد. در واقع پیام برخلاف آنچه که در بین افکار عمومی شایع شده که در صورت پیروزی دموکرات‌ها و راهیابیشون به کاخ سفید ادامه فعالیت‌های هسته‌ای یا ادامه رفتار جمهوری اسلامی در منطقه یا داخل کشور تحمل خواهد شد، با نگاه دقیق‌تر به دیدگاه رسمی دموکرات‌ها مشخص میشه که اینطور نیست. به کلام ساده‌تر، برنامه هسته‌ای ایران و امکان دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نه تنها در جبهه دموکرات‌ها و یا جبهه جمهوری‌خواهان بلکه در سیاست کلی ایالات متحده قابل تحمل نیست. اما روش‌ها متفاوته. جمهوری خواهان معتقد بودند که پاره کردن توافقنامه برجام و بازگرداندن تحریم ها و کارزار فشار حداکثری راه رو بر فعالیت های هسته جمهوری اسلامی خواهد بست، اما دموکرات ها معتقدند برجام یا یک توافق ترمیم شده با کمک متحدان غربی راهکار مؤثر در جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای خواهد بود. پیام ممنون از تو شفور عباسی. کلی کرافت نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل در جریان جلسه‌ای در شورای امنیت ایران را یکی از بزرگترین تهدیدها علیه صلح و ثبات دانست و گفت که ایران از نفوذ شریرانه خود برای گسترش خشونت در سرتاسر خاورمیانه استفاده کرده است. گفتگو می‌کنیم با آقای مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین الملل که از ویرجینیا با ما هستند. آقای انواری، از رویکرد دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نسبت به موقعیت ایران در خاورمیانه بپرسیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید؟ با درود به شما و بینندگان شما، همینجوری که قبلا گفتن نه زیاد. امکان داره از لحاظ اجرایی نحوه اجرا یک مقدار ملایم‌تر باشه و اون پولیتیکال کارکتنس یا نزاکت سیاسی
و احترام و عدم توهین که تمام خواستهای ایران هست، نه منافع ملی، امکان داره یک مقدار از اونها ارضا بشه و یک مقدار مسائل به صورت پنهان بشه. حکومت آقای ترامپ جالبیش به این بود که چیزی پنهان نمی کرد، هرچی به ذهنش می اومد می گفت. این یک شوکی سیاسی بود که برای ایران تحملش مشکل بود. امکان داره با نحوهی که آقای اوباما رفت، ادامه فشارهای حداکثری، ولی با احترام ایران خم بشه و نگاهش رو نسبت به احتیاجش به آمریکا درک کنه. این رو همه فهمیدن، تنها کسی که نفهمیده جمهوری اسلامیه که احتیاج به بزرگترین بانک دنیا، احتیاج به بزرگترین صنعت دنیا یک لازمه تمدنه و دشمنی کردن با اون ضررهایی داره که اتفاقا سوء مدیریت اونها بزرگترین عاملشه، ولی به حدی شده بود که با یک کوچکترین تحریم یک کشور یک جانبه. اما آقای انواری، ایران ادعا میکنه که تحریم ها به هیچ تأثیری نداشته. البته برخی مدعی هستن که بیشتر کاسبان تحریم این ادعا رو مطرح میکنن. ارزیابی شما رو بدونیم. تحریم ها تأثیر داشته. ببین، یه پول ایران در بانک های دنیا، در شاهراه بانک های دنیا در حال حرکت بود. آقای ترامپ با اعتبار اقتصادی آمریکا، اعتبار پولی آمریکا، اعتبار سیاسی آمریکا گفت من با این کشور معامله نمی‌کنم. هر کی هم که معامله بکنه باهاش معامله نمی‌کنم. 60 میلیارد پول ایران رو نگه داشتن. کشورهای دوست ایران مثل چین، مثل هندوستان. این شد که واقعا مبارزه با آمریکا رسیده. جمهوری اسلامی این درک کرده، ولی توانش نداره. توان این نداره که چیزی با آمریکا مذاکره کنه. این بحث با شما پی میگیریم، لطفاً با ما باشید. و اما شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 در ایالت‌های مهم همچنان ادامه دارد و هنوز مشخص نیست چه کسی پیروز این انتخابات خواهد شد. اما اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با چند روز تأخیر پدیده تازه‌ای نیست. در قرن 19 با نبودن اینترنت و دسترسی به فناوری‌های امروز این کار ممکن بود روزها و حتی هفته‌ها طول بکشد. در این قسمت ارتباط مستقیم داریم با آقای مسعود کاظم‌زاده، تحلیلگر سیاست خارجی و مسائل ایران و استاد دانشگاه سم هیوستون تگزاس. آقای کاظم‌زاده، ارزیابی شما را از روند شمارش آرا بپرسیم. خب پرزیدنت ترامپ در ایالت تگزاس پیروز شده، ولی به نظر شما چرا در شرایطی که شمارش آرا در چند ایالت همچنان ادامه داره و حتی در برخی ایالت‌ها پرزیدنت ترامپ در حال کم کردن فاصلش با جو بایدن هست، با این وجود معتقده که روند شمارش آرا باید متوقف بشه؟ رای دهندگان هوادار آقای ترامپ همون روز انتخابات سه‌شنبه نوامبر 3 اومدن رای دادن. در نتیجه اون رای هایی که همون روز در صندوق رای گذاشته شد، آقای ترامپ خیلی رایش بیشتر بود. در صورتی که رای دهندگان حزب دموکرات هواداران آقای بایدن از یک ماه پیش در خیلی ایالت‌ها اجازه داشتن که برگه‌های رأیشون رو یا پست بکنن یا شخصا ببرن در یک جعبه‌هایی بذارن، و بعضی ایالت‌ها از جمله در تگزاس میشد رفت در مراکز هر شهری رأی رو داد. در نتیجه بر بعضی از ایالت‌ها مثل ایالت ویسکانسن، پنسیلوانیا، اینا قانون ایالتیشون این بود که تا روز انتخابات، یعنی دو روز پیش سه‌شنبه، حق نداشتن شمارش آرایی که از یک ماه پیش گذاشته شده بود اونا رو بشمارن. در نتیجه اون آرایی که مردم روز سه‌شنبه گذاشتن در صندوق به صورت اتوماتیک بسیار سریع در چند ساعت شمرده میشه، در صورتی که اون رأی هایی که به صورت پستی، یعنی شما آقای کاظم‌زاده با پرزیدنت ترامپ با پرزیدنت ترامپ و تیم حقوقی او آیا هم نظر هستین که این یک موضوعی هستش که بایستی در دیوان عالی آمریکا و یا مراجع قانونی به اون پرداخته بشه؟
آقای ترامپ معتقده و خیلی از هوادارهای ایشون معتقدند ممکنه بعضی از شهرهای بزرگ توطئه‌ای باشه، اینهایی که خیلی هوادار دو آتشه حزب دموکرات هستند تقلب کرده باشند، یک سری این تعرفه‌های رأی و که مال مردم معمولی بوده، خیلی ها رأی نداده بودن، اینا رو دارن خودشون جمع کردن نوشتن یا یه عده ای رو به اصطلاح جمع کردن، این رأی‌هاشون رو به صورت گله اینا رو گذاشتن و اینا در نتیجه اینا معتقدن ممکنه تقلب شده باشه اینا و میخوان شکایت بکنن بره دیوان عالی، چون دیوان عالی الان 6 نفر از حزب جمهوری خواه در دیوان عالی هستن. آقای ترامپ معتقد اگه به اونجا برسه به احتمال بسیار زیاد به نفع ایشون رای میدن. ممنونم، این بحث رو با شما پی میگیریم. نیروی هوایی ارتش ایران به تازگی مانوری رو با حضور هواپیماهای قدیمی که عمر آنها بیش از 50 سال برابر میشود برگزار کرده است. بنا به گزارش‌های موجود جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته به دلیل چالش‌های عمیق که با آمریکا و دیگر قدرت‌های جهان داشته قادر به تعمیر و تجهیز و همچنین خرید سلاح‌های راهبردی نبوده. آقای انواری، این بحث رو با شما پی بگیریم. به هر حال برخی عنوان می‌کنن که با ادامه سیاست فشار حداکثری دولت پرزیدنت ترامپ، موضوعی که شما اشاره کردین به اون، و ضعیف شدن ایران در پی این سیاست، توازن قدرت به نفع کشورهای عرب منطقه در حال تغییر هست. مرحال ارزیابی شما رو بدونیم از موقعیت ایران در این منطقه. دقیقاً درسته. وقتی که نگاه میکنیم اسلامگرایان تندرو چه از طرف جمهوری اسلامی برای گسترش شیعه و چه از طرف عربستان سعودی نه تنها اسلامگرایی تندرو رو تشویق میکردن، بزرگ هم میکردن و دولت‌های مختلف بستگی به رفتار یکی از این نیروها مثل که ترجیح می‌دادند به کی نزدیک‌تر بشن. به نظر می‌آمد در دوره آقای اوباما یک گردشی بود از به طرف ایران که عرب‌ها اونو خوب به قول معروف درک نکردن و خوش آمد نگفتن، ولی در دوره آقای ترامپ با توجه به به اصطلاح حل مسائل ساده و جلوپا افتاده که سالهای سال این نیروها رو با هم درگیر کرده بود، بسیار فضای اقتصادی و حتی سیاسی و نظامی گسترده‌تری در کشورهای عربی حس میشه. حالا پرزیدنت ترامپ، آقای انواری، در جریان مبارزات انتخاباتی خودش عنوان کرده بود که برخی از کشورها از جمله ایران و چین خواستار شکست خوردن او در انتخابات هستند، چون او سیاست نخست آمریکا رو پیاده کرده. دیدگاه شما رو در این باره بدونیم خیلی کوتاه. چین و ایران یه تشابهی در این دارن که به قول معروف توهین و بی احترامی و نمیدونم از این چیزا رو معیار گناه کردن و جرم کردن که انسانها رو میتونن زندان کنن، بکشن به جایی که بی احترامی کردن. در حکومتی که مطلب آزادی بیان باز شد به صورتی که صدای رئیس جمهور رو در سوشال میدیا قطع کردن، نشون میده که این چقدر برای اونا unpredictable و مشکله. اونا دلشون میخواد به یه آدم آرامی که کمتر حرف بزنه، مسائل نگه، دیل کنن و به این علت به نظر میاد که بیشتر، یکی هم مسئله قبلی که گفتم در مورد مذاکرات هسته‌ای و موشکی، به احترام خیلی اهمیت میدن. ممنونم، بحث رو پی میگیریم با شما. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا اخیراً با انتشار بیانیه‌ای در رابطه با تازه‌ترین تحریم‌های وضع شده علیه نهادهای رژیم ایران گفته که ایالات متحده اجازه نخواهد داد که رژیم حاکم بر ایران منابع طبیعی مردم آن کشور را برای تأمین مالی تروریسم و حمایت از سرکوب هزینه کند. آقای کاظم‌زاده، از شما بپرسیم که این تداوم سیاست فشار حداکثری علیه ایران در صورت پیروزی مجدد پرزیدنت ترامپ برای بار دوم آیا باعث خواهد شد که ایران به میز مذاکره برگرده؟ چون مدام در جریان کارزارهای انتخاباتی آقای ترامپ به اون اشاره کردن. خیلی ها معتقدن که جمهوری اسلامی چاره دیگه ای نداره. من جز اون معدود مفسرین هستم که معتقدم که آقای خامنه ای
موافق مذاکره نیست، چون حدود 3-4 سال پیش آقای خامنه هم میتونست مذاکره بکنه همون جوری که کیم رئیس جمهور کره شمالی انجام دادن. کسی معتقد نبود که این فشار حداکثر آمریکا این همه فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی بیاره. الان همه میدونن اقتصاد ایران بسیار بسیار خرابه، ارزش پول ملی شدیداً پایین اومده، البته کرونا هم مزید بر علت شده. ولی نظر شخصی من اینه، تحلیل من اینه که اگر آقای ترامپ دوباره رئیس جمهور بشه فشار بسیار خواهد بود. به نظر من آقای خامنه ای و سپاه حاضر به مذاکره نخواهند بود، و همینجور که ما دیدیم یک سال پیش جمهوری اسلامی سپاه چند تا کشتی های نفتکش رو منهدم کرد، بمب گذاشت، حمله موشکی و درون به مراکز نفتی عربستان سعودی کرد. به نظر من ایده‌ای هستن در جمهوری اسلامی که خواهان تشدید تنش هستند، و تعجب کردم، براشون شوک بزرگی بود که آقای ترامپ چندین ماه هیچ جوابی نداد و جمهوری اسلامی این کارا رو اضافه کرد. یهو آقای ترامپ زد قاسم سلیمانی رو کشت، در نتیجه برای اونا شوک بوده، مقدار عقب اومده. نظر من این اگر آقای ترامپ دوباره رئیس جمهور بشه، آقای ترامپ میخواد مذاکره بشه، ولی به نظر من آقای خامنه‌ای و سپاه با این مذاکره نخواهند کرد. اون یعنی فکر میکنید که احتمالاً ترجیح میدن که با جو بایدن و تیم او مذاکره بکنن، چون گفته میشه که تاکنون آقای جو بایدن از موضوع حذف قاسم سلیمانی فاصله گرفته؟ بله بله، همونجوری که شما گفتین صحیح. آقای بایدن معاون آقای اوباما بود. آقای اوباما معتقد بود که اگر آمریکا نرمش در مقابل جمهوری اسلامی انجام بده، یه مقدار فاصله شو از دولت اسرائیل، مخصوصا نتانیاهو، بیشتر بکنه، نزدیک از اون نزدیکی قدیمی سنتی با عربستان سعودی فاصله بگیره، جمهوری اسلامی حاضر میشه یک سری آوانتاژ بده، از جمله برجام. و آقای اوباما حاضر بود که عملیاتی بر علیه جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و حتی یمن به اون صورت نشون نده. و این موضوع رو میشه در تفاوت دیدگاه جمهوری خواهان و دموکرات‌ها نسبت به موقعیت ایران و عربستان جستجو کرد. به هر حال یک تفاوتی قائل هستن. خیلی کوتاه. نه حزب جمهوری خواهان و نه حزب دموکرات، در هر دو حزب نگاه‌های مختلفی وجود داره. آقای اوباما و آقای بایدن در اون گروهی در حزب دموکرات هستند که نگاهشون به جمهوری اسلامی اینه که میشه با اونها مماشات کرد. بله، و توی حزب جمهوری خواب یک سری افرادی هستند مثل آقای پامپئو که معتقدن مماشات با اون جمهوری اسلامی خطرناکه، اونا رو قدرتمند میکنه، هرچی آمریکا نرمش نشون بده اونا بیشتر با هم صحبت میکنیم راجع به این موضوع. ممنونم. همچنان که جهانیان در انتظار مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هستند، در شبکه‌های اجتماعی نیز هر ثانیه‌ای که می‌گذرد کاربران به بیان نظرات و انتشار آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات می‌پردازند. در این بین اما کاربران ایرانی شاید نگاه بسیار ویژه‌تری به این انتخابات داشته باشند. همکارم افشار سیگارچی در استودیو صدای آمریکا همراه ماست تا بگوید چرا ایرانیان اینچنین پیگیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند. ممنون از تو پایمه یزدان. همونطور که مهمان برنامه آقای کاظم‌زاده اشاره کردم، شاید بحث اقتصادی یکی از مهمترین اونها و شاید مهمترین اونها باشه. این نظر و دیدگاه رو در نوشته بسیاری از کاربران میشه مشاهده کرد. در این بخش به چند مورد از اونها اشاره خواهم کرد. با یاسر آغاز میکنم که نوشته که از بورس گرفته تا قیمت دلار، تخم مرغ و نون ملت به نتیجه انتخابات بستگی داره. واقعا این سطح از استقلال در دنیا بی سابقه است. شیا علی که میگه حتی اگه این انتخابات در ایران برگزار میشد انقدر نمیتونست در قیمت بازار تأثیر داشته باشه. البته چرخش آرا میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
میشه گفت که مستقیما قیمت‌ها رو در ایران جابجا می‌کنه. این نکته‌ای که کاربر دیگری به اون اشاره کرده و نوشته واسه کسایی که میگن انتخابات آمریکا چه تأثیری بر زندگی مردم در ایران داره، باید بگم که از صبح که آرا به سمت پرزیدنت ترامپ بود تا الان که به سمت بایدن متمایل شده، سکه 800 هزار تومان نوسان قیمت داره. من در بخش‌های بعدی شما در جریان تازه‌ترین نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار خواهم داد. توجه شما رو به ادامه برنامه جلب می‌کنم. با اینکه حدود 48 ساعت از بسته شدن صندوق‌های اخذ رأی در همه ایالات و قلمروهای آمریکا می‌گذرد، ولی هنوز نتیجه انتخابات مشخص نیست. فرهاد، چرا هنوز اعلام نشده نتایج؟ بله، پدیده‌ای که این دوره انتخابات با اون مواجه بود و عملاً هم پرزیدنت ترامپ هم آقای جو بایدن با اون رقابت می‌کردن، این همه‌گیری کرونا بود و به همین خاطر بودش که رأی‌گیری رو تو ایالت‌ها تصمیم گرفتن هم به صورت زودهنگام حضوری برگزار کنن، هم به صورت پستی، اونم در مقیاس بسیار گسترده. به دلیل وجود قوانین خاص ایالتی، دوباره یادآوری می‌کنم که در انتخابات در آمریکا به صورت ایالتی و نه متمرکز انجام میشه. برخی ایالت‌ها شمارش آرای پستی را بعد از روز انتخابات سراسری تازه شروع می‌کنن به شمارش. شمارش آرای پستی هم زمانبر هستش، چون دستی انجام میشه. ما الان منتظر ایالت‌های مثل جورجیا، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا در شرق آمریکا و نوادا و آریزونا در غرب آمریکا هستیم. آخرین تعداد آرای الکترال مورد تایید صدای آمریکا 214 رأی برای پرزیدنت ترامپ و 253 رأی برای آقای بایدن است. شماره کل آرای الکترال هم 538 رأی است و هر کدام از این نامزدها بتونن 270 رأی الکترال را به دست بیارن، رئیس جمهور آینده آمریکا خواهم بود. حیات ممنونم. اما در اینجا برای آگاهی از واکنش‌های بیشتر کنگره در مورد تحولات مرتبط با انتخابات با خانم آراسه بار دیگه همراه میشیم. آیا واکنش‌های تازه‌ای از اعضای کنگره ابراز شده خانم آراسه؟ بله، در ارتباط با بیاناتی که پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امشب در کاخ سفید مبنی بر تردید در مورد صحت شمارش آرا در برخی از ایالات سرنوشت ساز بیان کرد، مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه در توییتر نوشت اگر یک نامزد انتخاباتی اعتقاد دارد که ایالتی در حال نقض قوانین انتخابات است، او حق دارد آن را در دادگاه به چالش بکشد و شواهدی را برای حمایت از ادعاهای خود ارائه دهد. مایکلی سناتور دیگر جمهوری‌خواه هم در واکنش در توییتر اینطور واکنش نشان داد: آمریکاییان شایسته یک انتخابات آزاد و منصفانه هستند، در حالی که شمارشگران آرا باید اجازه انجام کارشان را داشته باشند. مردم آمریکا نیز نیازمند روندی شفاف هستند تا بتوانند به ارقام نهایی اعتماد کنند. از سوی دموکرات‌ها سناتور ارشد دموکرات بن کاردن هم در توییتر در واکنش به بیانات امشب پرزیدنت ترامپ نوشت هیچ آمریکایی بدون در نظر گرفتن اینکه از چه حزب سیاسی است نباید اظهارات رئیس جمهوری که خطرناک و غیر قبول است رو به راحتی بپذیرد. ریچارد بلومنتال سناتور دیگر دموکرات هم در ابراز نظر در توییتر نوشت در یک دموکراسی همه آرا باید محسوب و شمرده شوند. بسیاری دیگر از اعضای کنگره هم در توییتر ضمن قدردانی از مردم حوزه‌های انتخابیشون در ارتباط با برنامه‌های حزبی خودشون وعده‌هایی رو مطرح کردند. ممنون از شما خانم شهلا آراسه. و اما همکارم افشار سیگارچی در استودیو صدای آمریکا همراه ماست با بررسی واکنش‌های کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی. به ما بگوید که چرا ایرانیان اینچنین پیگیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند. افشار. ممنون پیام. در این بخش با نظر کاربری آغاز میکنم که به تفاوت برگزاری انتخابات در ایران و آمریکا پرداخته و نوشته که فارغ از نظر و طرفداری از گروه‌های سیاسی درگیر در انتخابات 88، من ماندم که انتخابات آمریکا که همه چیز آن دیجیتال آنلاین هست و سه هفته هم است که آغاز شده، هنوز نتیجهش قطعی نیست. چطور اون همه آرای کاغذی کوره دعوت‌های ما در 3-4 ساعت خوانده و جمع‌بندی و اعلام نتیجه قطعی شد که اشاره داره به بحث تقلب در انتخابات 88.
همونطور که در بخش قبلی هم اشاره داشتم، بحث مسئله اقتصادی و تاثیر و نتیجه انتخابات آمریکا در زندگی ایرانیان به نوعی مهمترین دلیل نگاه ویژه ایرانیان به این انتخابات که نظراتی رو در این باره برای شما میخونم. کاربری به نام کیاشا معتقده که انتخاب هر یک از نامزدها شاید در روند آنچه در اقتصاد ایران میگذرد تاثیرگذار باشد، اما در اصل ماهیت قضیه تاثیر چندانی نخواهد داشت. و نوشته اگه بایدن انتخاب بشه قیمت‌ها آرام آرام میرن بالا و اگر ترامپ انتخاب بشه قیمت‌ها تون تون میرن بالا و آنچه که ثابت افزایش قیمت‌ها در ایرانه. پویان کاربر دیگری که معتقده که مقامات جمهوری اسلامی هفته‌ها و بلکه ماه‌هاست چشم انتخابات آمریکا دوختند و اقتصاد مردم را در این انتخاب گرو گرفتند، معیشت مردم را با این حرفا به بازیچه گرفتند و خود مشغولی عمومی ساختند تا خودشان به مطامع پس و حقیرانه خیش در اختلاس، دزدی، احتکار و گران فروشی و ثروت اندوزی برسند. در پایان این بخش توییت ساوانان رو برای شما میخونم که نوشته شما هیچ کشوری در دنیا نمیتوانید پیدا کنید که به اندازه ایران تحت تاثیر انتخابات آمریکا قرار گرفته باشد. از اقتصاد و قیمت ماست و پنیر و پول ملی بگیر تا فرهنگ و استرس مردم برای پیروزی ترامپ یا بایدن. جالب است که ولی فقیه ادعای استقلال و آقای خود بودن هم دارد. پیام بابون. در این قسمت گفتگو می‌کنیم با آقای کاظم‌زاده که با ما هستن از تگزاس. آقای کاظم‌زاده، در رابطه با اهمیت انتخابات آمریکا پرسیده شد، از شما بپرسیم که این اهمیت برای مردم ایران چگونه است و آیا در صورت اینکه پرزیدنت ترامپ بخواد در قدرت باقی بمونه گشایشی در زندگی مردم آیا ایجاد خواهد شد و یا احتمالاً جو بایدن میتونه تسریع بکنه این روند رو احتمالاً در صورت پیروزی؟ این سوال بسیار بسیار خوب و پر اهمیتیه. به نظر من سیاست خارجی راجع به ایران بین آقای ترامپ و بایدن بسیار زیاده، همونطوری که سیاست خارجی بین آقای اوباما و ترامپ زیاد بود. آقای ترامپ فشارهای بسیار زیادی بر جمهوری اسلامی آورده در 4 سال گذشته و اگر دوباره انتخاب بشه این کار خواهد کرد. این البته نه فقط فشار به جمهوری اسلامی میاد، بلکه به مردم هم خواهد اومد. اگر کسایی که مخالف رژیم ولایت فقیه هستند خب فشار به دولت بیاد، برای مردم آسوتر خواهد بود که این رژیم رو تغییر بدن. البته دولت آقای ترامپ چندین بار گفته هدفش تغییر رژیم نیست، بلکه میخواد رژیم رو بیاره و رژیم با آمریکا مذاکره بکنه و یک کارهایی انجام بده که تا حالا انجام میداده انجام نده، مثل کارهای مخربش در عراق و یمن و سوریه و غیره. آقای بایدن همون سیاست آقای اوباما رو خواهد داشت، خواهد مذاکره کرد، برای جمهوری اسلامی آسان‌تر خواهد بود. درنچه رهبران جمهوری اسلامی براشون خیلی آسان‌تر آقای ظریف رو بفرستن بشینه با آقای بایدن یا وزیر امور خارجه ایشون مصاحبه بکنه. درنچه اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بشه امکان بسیار زیادی هست که تنش بین دو کشور بیشتر بشه. نظر شخص من اینه حتی تلاشی متلاشی اقتصادی، متلاشی سیاسی رو هم خواهد آورد. اونایی که مخالف رژیم هستن به نفعشون خواهد بود که آقای ترامپ بیاد، امکان براندازی رژیم بسیار زیاده. اگه آقای بایدن بیاد نظر من اینه که رژیم براش خیلی آسان‌تر خواهد بود نفتشو صادر بکنه، پولهاش که بلوکه شده بسیار میلیاردها دلار در کشورهای هست اونا برگرده. در نتیجه رژیم وقتی که 100 میلیارد دلار پول نفتش برگرده با این میتونه خیلی کارا انجام بده و به حکومت خودش ادامه بده. و در این میان آقای کاظم‌زاده برخی مدعی هستن که با اومدن آقای جو بایدن ایشون از قدرت اجماع سازی بین المللی برخورداره و احتمالاً میتونه کشورهایی رو همراه خودش بکنه در جهت اینی که ایران به پای میز مذاکره بازگرده و یا اینکه حداقل توافق برجام رو رعایت بکنه. ممنونم از شما، این گفتگو رو پی میگیریم. همینا که صحبت میکنیم با آقای مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین الملل از ویرجینیا. آقای انواری، این بحث رو با شما پی میگیریم. پرزیدنت ترامپ بارها گفته که به محض پیروزی او مقام‌های ایران با او تماس خواهند گرفت، ولی برخی عنوان میکنن که به دلیل مواضع جو بایدن ایران ترجیح میده هر گونه مذاکرات احتمالی رو با تیم ایشون انجام بده. دیدگاه شما چی است؟
من یک قسمت آمریکا و تغییر اختلاف روش آقای ترامپ و آقای بایدن که زیاد نیست، فقط اقلا در یک سال و یک سال و نیم آینده اصلا مشاهده نمیشه، برای که حتی تغییر این که بیاد سپاه پاسداران رو از لیست تروریست برداره که بتونه اون تحریم ها رو برداره خیلی کار هست، و نزدیکی گروه کلیمی های واشنگتن با آقای بایدن هم این اجازه رو نمیده. اینی که بالاخره مسئله این نیست که ایران یک دفعه فیوریت چایلد میشه، ولی با نکته‌ای که دوست عزیزم دکتر کاظم مسعود کاظم‌زاده گفت که ایران نمیخواد مذاکره کنه، وجودش و تعریفش رو با ضد آمریکایی تعریف کرده، تمام مشکلات اون بره. این که حالا ما بیایم بگردیم ببینیم اختلاف دیگران نسبت به اون پدیده‌ای که برنامه اتمی 6 7 سال پنهان میکنه، برنامه موشیگه دوربرد تست میکنه، دنیا رو تهدید میکنه، با گردن کلفتی و گروگانگیری و اینا داره زندگی میکنه، مشکل این رابطه رو بهبود کرد. حالا پوپم بیاری یا آقای بایدن بیاری، حالا آقای ترامپ که چون دلش میخواد مذاکره کنه میگه تا بدونن که من حتمی هم میام مذاکره میکنن، و علائمی هم هست در تبادل زندانی ها و اینا، ولی من فکر کنم یه مقدار خوشبینی آقای ترامپ. به نظر نمیرسه که آیا مختصات ساده تری داره اینکه جمهوری اسلامی بخواد به دعوت آقای ترامپ لبیک بگه، با توجه به اینکه گفته میشه آقای جو بایدن احتمالاً خیلی سفت و سخت‌تر موضوع برجام رو شاید بتونه دنبال بکنه و موضوع حقوق بشر رو خیلی روش انگشت بذاره. بله، من فکر میکنم مردم ایران درست حرف آقای روحانیه که گفت آدرس مشکلات ایران و وایت هاوس داد، که حالا امیدوارم به اشتباه باشه، نشون داد اهمیت کسی که در وایت هاوس میشینه، ولی متاسفانه بحث آمریکا که روی شخصیت افتاده، بحث های دیگر رو مثل اقتصاد، مثل مدیریت، مثل نگاه کردن ملیگرایی به آمریکا رو پنهان کرده، و متاسفانه به حساب پرچمای سوسیالیسم تعدادش داره بیشتر از پرچمای آمریکا میشه. ممنون از شما. اما سیاست کلی و رویکرد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020 در خصوص حضور نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه و نفوذ و تاثیر سپاه قدس بر گروه‌های نیابتی و میلیشیای شیعه در خاورمیانه رو همکارم شپول عباسی پیگیری کرده و به ما میگه. شپول، پیام دموکرات‌ها به نمایندگی آقای بایدن در کارزار انتخاباتی انتقادات جمهوری خواهان در قبال مماشات با جمهوری اسلامی رو رد کردند و تفاوت روش برخورد با جمهوری اسلامی رو توجیه روش تعامل با حکومت ایران دونستند. از مسئله برجام تا حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا، دو کشور ایران و آمریکا از مرز گفتگو تا مرز یک رویارویی نظامی رو تجربه کردند و دموکرات‌ها هم اگرچه به بازگشت برجام با هدف مهار جمهوری اسلامی معتقدند، اما همونطور که در مناظره های هر دو کاندید و معاونانشون دیدیم، حتی در میان دموکرات ها هم نفوذ ایران در منطقه و حمایت از گروه های نیابتی و شبه نظامیان شیعه و اقدامات خرابکارانه در منطقه رو قابل پذیرش نیست. اما آن سوی میدان جمهوری خواهان با رهبری آقای ترامپ در هدایت سیاست خارجی آمریکا و کاخ سفید، با حذف قاسم سلیمانی از محرکان و عاملان سیاست توسعه هلال شیعی در منطقه از سوی جمهوری اسلامی و البته سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، مشخص و واضح پیام رو به جمهوری اسلامی رسوند که نفوذ در کشورهای منطقه، مداخله در امور سیاسی و ساخت و پرداخت گروه‌های نیابتی و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی قابل تحمل در سیاست جمهوری خواهان نیست. حذف فیزیکی قاسم سلیمانی که آقای ترامپ بارها از او به عنوان بزرگترین تروریست جهان نام برد، یکی از موضوعات اصلی بود که تقریبا در همه کارزارهای انتخاباتی آقای ترامپ در
ایالت‌های مختلف به اون اشاره شد. جمهوری‌خواهان و به ویژه آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خودشون بارها از سیاست به گفته او نرم جبهه دموکرات‌ها در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کردند. آقای ترامپ در سخنرانی‌ها به نوعی به این موضوع اشاره کرده که در دوران ریاست جمهوری آقای اوباما که آقای بایدن به عنوان معاون در دولت او حضور داشت، جمهوری اسلامی فرصت نفوذ و گسترش در منطقه رو به دست آورد و ارائه میلیاردها دلار پول بلوکه شده از سوی آمریکا به جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد شدید قرار دادن که صرف تشکیل و حمایت از گروه‌های شیعه و نیابتی در منطقه بود. ممنون از تو پروپیمان شپول عباسی از استودیو. با گذشت بیش از دو روز از رأی‌گیری سراسری در آمریکا، هنوز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آنطور که گفته شد مشخص نشده است. پرزیدنت ترامپ و رقیبش جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، تاکنون صحبت‌هایی با مردم آمریکا داشتند. فرهاد پولادی اینجا در استودیو همراه ماست. فرهاد، چه مطالبی توسط پرزیدنت ترامپ و آقای بایدن تاکنون عنوان شده؟ بله پیام، پرزیدنت ترامپ ساعتی پیش از کاخ سفید از همون سالن کنفرانس مطبوعاتی مطالب انتقادی را درباره نحوه و روش شمارش آرا بیان کرد. اگر شما آرای قانونی را محاسبه کنید، من به آسانی پیروز می شوم. اگر آرای غیر قانونی را بشمارید، اگر شما آرایی را که دیر رسیده است بشمارید، می بینید که آنها تلاش دارند انتخابات را به سرقت ببرند. ما این مسئله را به دقت در دست بررسی داریم. من تاکنون در بسیاری از ایالت‌های حساس مانند فلوریدا، آیووا، ایندیانا، اوهایو و بسیاری دیگر قاطعانه به پیروزی گسترده‌ای دست یافتم. ما به رغم مداخله بی سابقه رسانه‌های بزرگ، سرمایه‌های کلان و قول‌های فناوری به این پیروزی و پیروزی‌های زیاد دیگری دست یافتیم. همان گونه که همه دیدند، ما با ارقام بی سابقه‌ای پیروز شدیم. بله، همچنین جو بایدن رقیب دموکرات پرزیدنت ترامپ از هواداران و مردم خواست که تا شمارش همه آرا صبر پیشه کنند. In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. در آمریکا برگه رای مقدس است. از این طریق مردم اراده خود را ابراز می‌دارند. تنها اراده آنها و نه هیچ چیز یا فرد دیگر رئیس جمهوری آمریکا را انتخاب می‌کند. بنابراین هر برگه رای باید محاسبه شود و آنچه ما شاهد آن هستیم همین فرایند است و باید همین گونه باشد. دموکراسی برخی اوقات بی‌نظم است و برخی اوقات مستلزم صبوری است. اما این صبر طی 240 سال گذشته پاداشش را دریافت کرده است و این نوع حکومت مایه رشک جهانیان بوده است. ما، من و سناتور هریس از روند امور راضی هستیم. ما هیچ شکی نداریم که پس از اتمام شمارش آرا، من و سناتور هریس پیروز اعلام خواهیم شد. بله، مقامات چند ایالتی که هنوز آرایشون مشخص نشده در حال شمارش آرای پستی دریافتی هستند. پیام؟ ممنون از تو فرهاد پولادی. در این قسمت مجدد گفتگو می‌کنیم با آقای مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین الملل که از ویرجینیا با ما هستند. آقای انواری، به عنوان آخرین پرسش از شما در رابطه با مواضع پرزیدنت ترامپ در خاورمیانه و میراث ماندگاری که در زمینه صلح کشورهای عرب با اسرائیل از خود بر جا گذاشتن بپرسیم. آیا احتمالاً با قدرت گرفتن آقای جو بایدن این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد یا تغییراتی رو شاهد خواهیم بود؟ سیاست آقای ترامپ به علت با هم در دوران انتخابات، قولای انتخاباتیش، هم بعداً به عنوان یه نشنالیست همیشه سوال میکرد ما تو خاورمیانه چی کار میکنیم. یک قسمت این به دل جمهوری اسلامی خیلی خوش آمده بود که فکر میکردن جلو میباد، ولی در عمل بسیار جلو رفتار جمهوری اسلامی رو در عراق و سوریه گرفت و الان هم میبینیم که روسیه و اسرائیل دارن مذاکراتی میکنن برای بیرون کردن بقیه نیروهای ایران در اونجا. اینی که من فکر میکنم در مورد اینکه دخالت آمریکا در خاورمیانه بیشتر میشه، من فکر میکنم دموکرات‌ها همیشه موافق دخالت بیشتری بودن
در خاورمیانه. اون نوع دخالت چی باشه بستگی به شرایطی داره که از اون کشورها مثل ترکیه و ایران الان نقاط هاتسپات هستن، کشورهایی هستن که باید نگاه کرد که رفتارشون چطوره. قطر داره یه مقدار این برور میشه و ایران داره درونگرا میشه، یه مقدار نیروهاش داره جمع میکنه. یه مقدار شرایط به اصطلاح خاورمیانه از لحاظ سیاسی داره تغییر میکنه و به طور قطع سیاست‌های منسجم آمریکا میتونه این بالا پایین‌ها رو سوای اینکه رئیس جمهور باشه هندل کنه. ممنون از شما آقای مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از ویرجینیا با ما بودید. و ما برای آخرین بار گفتگویی داریم با آقای مسعود کاظم‌زاده، تحلیلگر سیاست خارجی و مسائل ایران از تگزاس با ما هستن. آقای کاظم‌زاده، در ادامه سیاست خاورمیانه پرزیدنت ترامپ، آیا جو بایدن در صورت پیروزی و قدرت گرفتن، آیا مدل صلحی رو که پرزیدنت ترامپ در منطقه ایجاد کرده رو آیا تغییر خواهد داد یا نه؟ ضمن اینکه از نگرانی ایران هم خواهید گفت. سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک سیاست ایدئولوژیکه. 41-42 سال اخیر از همون روز اول جمهوری اسلامی میخواست نوع حکومت خودش رو صادر بکنه. این در قانون اساسیش اومده، حتی سپاه پاسداران لغت ایران توش نیست و خودشون هم اینو هی میگن. در نتیجه از حزب الله لبنان گرفته، گروه های حشد الشعبی هوادار جمهوری اسلامی در عراق گرفته، حتی در نیجریه، انواع کشورهای جهان، ونزوئلا، جمهوری اسلامی در حال دعوا و چالش هم با آمریکاست، هم نظم جهانی دولت های حکومت های محلی رو میخواست سرنگون بکنه، با اسرائیل سر دعوا داره. در نتیجه جمهوری اسلامی این سیاست خارجیست بر اساس منافع ملی ایران نیست. نمیخواد یک سیاست خارجی داشته باشه که برای رفاه مردم ایران باشه، برای بهتر بودن معیشت مردم ایران باشه. یک عقیده ایدئولوژیک داره و میخواد جنگ بکنه، جهاد بکنه. الان 42 ساله اومده، از روز اول چه آقای خامنه‌ای چه آقای خامنه‌ای این سپاه رفتن در کل منطقه، در جهان کارهای تروریستی انجام دادن، نه فقط مردم ایرانو بدبخت کردن، مردم منطقه رو بدبخت کردن، جنگ رو در همه جا کشوندن، کارهای تروریستیشون رو در اروپا انجام دادن. کشورهای منطقه خوب عکس العمل نشون میدن و آمریکا چون سنتی همپیمان کشورهای منطقه بوده، از عربستان گرفته، کویت گرفته، تا اردن و مصر و مراکش و اسرائیل و اینا. درنچه آمریکا چه رئیس جمهور دموکرات باشه، چه جمهوری خواه باشه، باید حمایت بکنه از همپیمانان خودش. در نتیجه چه آقای بایدن، چه آقای ترامپ رئیس جمهور باشه، اینها در مقابل جمهوری اسلامی خواهند باشن. و این پیمان صلح که چند ماه اخیر اجرا شد، باید اینو ادامه خواهد داد، چون عملیست در مقابل جمهوری اسلامی. ممنون از شما آقای مسعود کاظم‌زاده، تحلیلگر سیاسی با استاد دانشگاه سم هیوستن تگزاس. و ما در اینجا برای آگاهی از واکنش‌های بیشتر کنگره در مورد تحولات مرتبط با انتخابات با همکارم شهلا آرسته بار دیگر همراه میشیم و واکنش‌های تازه اعضای کنگره رو میشنویم. بله، واکنش‌های بیشتری عمدتاً در ارتباط با بیاناتی است که پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امشب در کاخ سفید مبنی بر تردید در مورد صحت شمارش آرا در برخی از ایالات سرنوشت ساز بیان کرد. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه در توییتر نوشت: اگر یک نامزد انتخاباتی اعتقاد داره که ایالتی در حال نقض قوانین انتخاباته، او حق داره اون رو در دادگاه به چالش بکشه و شواهدی رو برای حمایت از ادعای خودش ارائه بده. مایک لی سناتور دیگر جمهوری‌خواه هم در واکنش در توییتر اینطور واکنش نشان داد که آمریکاییان شایسته یک انتخابات آزاد و منصفانه هستند، در حالی که شمارشگران آرا باید اجازه انجام کارشون رو داشته باشند، مردم آمریکا نیز نیازمند روندی شفاف هستند که بتوانند به ارقام نهایی اعتماد کنند. از طرف دموکرات و سناتور ارشد بن کاردن هم در توییتر در واکنش به بیانات امشب پرزیدنت ترامپ نوشت: هیچ
هیچ آمریکایی بدون در نظر گرفتن اینکه از چه حزب سیاسی است نباید اظهارات رئیس جمهوری که خطرناک و غیر قابل قبول است رو به راحتی بپذیره. و ریچارد بلومنتال سناتور دیگر دموکرات هم در ابراز نظر در توییتر نوشت در یک دموکراسی همه آرا باید محسوب و شمرده بشن. بسیاری هم از اعضای کنگره در توییتر ضمن قدردانی از مردم حوزه های انتخابیشون که به اونها رأی دادند در ارتباط با برنامه های حزبی خود وعده های رو مطرح کردن در توییتر. ممنون از شما خانم شهلا راسه. موفقیت اخیر پرزیدنت ترامپ در میانجیگری توافق‌های صلح میان اسرائیل و کشورهای عربی از حمایت دو حزبی نیرومندی برخوردار شده است. از این رو به باور برخی ناظران فارغ از آن که پیروز انتخابات ریاست جمهوری چه کسی باشد، میانجیگری آمریکا برای تسهیل روند صلح ادامه خواهد داشت. مایکل لپین از بخش فارسی صدای آمریکا با شوشانا براین، مدیر ارشد مرکز سیاست‌گذاری یهودیان مستقر در واشنگتن و سرتیپ بازنشسته مایکل هرتسوک، مقام ارشد سابق وزارت دفاع اسرائیل و هموند انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک در تل آویو درباره این موضوع که انتخابات آمریکا و مخالفت ایران چگونه بر روند صلح خاورمیانه تاثیر می‌گذارد گفتگو کرده که توجه شما را برجلب می‌کنم. چندی پیش امارات متحده عربی و بحرین در چارچوب توافق صلح ابراهیم که با تلاش کاخ سفید به دست آمد، روابط سیاسی خود با اسرائیل را به حال عادی درآوردند. مایکل هرتزاگ، مقام ارشد سابق وزارت دفاع اسرائیل، در پاسخ به این سوال که انتخابات ایالات متحده بر آینده این تحول سیاسی چه تأثیری خواهد داشت، میگوید این روند ادامه پیدا می‌کند. The breakthrough towards normalization between Israel and Arab states is definitely a historic development. موفقیت حاصل در زمینه عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی قطعاً یک تحول تاریخی و یک تغییر عظیم است که هیچ کس نمیتواند آن را نادیده بگیرد. پیش بینی ها در اسرائیل این است که این روند فارغ از نتیجه انتخابات ادامه و گسترش خواهد یافت، چون نمیتواند نادیده گرفته شود و نهایتاً به نفع منطقه و آمریکاست. اما ممکن است بین سیاست‌های دو دولت تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. اگر پرزیدنت ترامپ دوباره انتخاب شود، من تصور می‌کنم که آمریکا همچنان به شدت تلاش خواهد کرد تا این روند عادی‌سازی را گسترش دهد و شمار بیشتری از کشورهای منطقه را با این روند همراه کند. و من اگرچه انتظار دارم دولت بایدن نیز همین روند را تشویق کند، نمیدانم که آیا با همان شدت به سوی دستیابی به آن هدف پیش خواهد رفت یا نه. شوشانا براین، مدیر ارشد مرکز سیاست‌گذاری یهودیان، معتقد است که عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل نتیجه تحرکات تهدیدآمیز ایران است. How you think it's going to go depends on why you think it's here. If you believe that President Trump was نگرش شما نسبت به رویدادهای آینده به دیدگاه شما درباره چرایی به وجود آمدن شرایط کنونی بستگی دارد. اگر شما بر این باورید که پرزیدنت ترامپ طرفها را به این سمت و سو سوق داده است، خواهید گفت که فشار دولت بایدن بر آنها کمتر خواهد بود. اما این روندی طولانی است و گفتمان میان طرفها از مدت‌ها پیش آغاز شد. رویکرد دولت اوباما در قبال ایران شامل مذاکره، پرداخت پول و رسیدن به توافق بسیاری از کشورهای شمال آفریقا و خلیج فارس را نگران کرده بود و آنها به دنبال ثبات بودند. پرزیدنت ترامپ پس از توافق اسرائیل و سودان برای عادی سازی روابط گفت تلاش می‌کند تا 10 کشور دیگر را به این کار ترغیب کند. نخستین نامزد برقراری این رابطه در شمال آفریقا مراکش است. به نظر من برای الجزایر و تونس هنوز خیلی زود است. اسرائیل برای مدتی طولانی با مراکش روابط غیر رسمی داشته است. پایگاه هوایی العدید در جنوب غربی دوحه، پایتخت قطر، یکی از مهمترین قرارگاه‌های نیروهای آمریکا در منطقه است و بسیاری از امیرنشین قطر به عنوان نامزد بعدی عادی‌سازی روابط با اسرائیل نام می‌برند. به نظر من قطر هرگز به آن مرحله نخواهد رسید. قطر از جهات متعدد یکی از بازوهای ایران است و پول ایران را صرف چیزهایی می‌کند که جهت ایجاد مزاحمت برای اسرائیل و یا کشتن اسرائیلی‌ها طراحی شده‌اند. در مورد عمان شاید، چرا که نه. آقای هرتزاگ روابط میان اسرائیل با مصر و اردن را به صلح سرد تشبیه کرد و گفت صلح برقرار شده بین اسرائیل با امارات و بحرین صلحی گرم و صمیمانه است که نه فقط میان دولت‌ها بلکه میان مردم این سه کشور برقرار شده است. خانم براین هم گفت
ایران در منطقه کاملا منزوی شده و تصمیم بحرین و امارات برای عادی سازی روابط با اسرائیل نتیجه تهدیدهای امنیتی ایران برای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است. با اینکه حدود 48 ساعت از بسته شدن صندوق‌های اخذ رأی در همه ایالات و قلمروهای آمریکا می‌گذرد، ولی هنوز همونطور که عنوان شد نتیجه مشخص نیست. فرهاد از آخرین نتایج برای ما خواهد گفت. فرهاد، چرا نتایج اعلام نشده؟ خب اگه خواسته باشیم خلاصه در یک کلمه بگیم، اونم به خاطر همه‌گیری کرونا هستش که موجب شد که امسال، یعنی این دوره رأی‌گیری به صورت پستی هم انجام بشه، اونم به مقیاس وسیع در کل ایالت‌ها. خب شمارش این آرای پستی هم به خاطر زمان دریافتشون، هم اینی که دستی انجام میشه، زمان بر هستش. در مورد آخرین آرای الکترالی که هر یک از آقای بایدن و پرزیدنت ترامپ دریافت کردن، باید بگم که همونجوری که اگر روی نقشه ببینیم، پرزیدنت ترامپ تا کنون 214 رأی الکترال دریافت کرده و آقای جو بایدن 253 و شمار کل آرای الکترال 538 را هستش. هر کدام از این دو فرد به عدد طلایی 270 رأی الکترال برسن، رئیس جمهور آینده آمریکا خواهند. پیام. ممنونم. به پایان این ویژه برنامه تحلیلی خبری درباره نظام انتخاباتی و فرایند شمارش آرا و تاثیر نتایج انتخابات بر عرصه سیاست خارجی ایران و جهان رسیدیم. شاهد رقابت بسیار نزدیک پرزیدنت ترامپ و جو بایدن رقیب دموکرات او هستیم و با گذشت دو روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شمارش آرا در برخی از ایالت‌ها همچنان ادامه دارد و در حالی که جو بایدن ابراز اطمینان کرد که پس از شمارش آرا پیروز انتخابات خواهد بود، پرزیدنت ترامپ و کارزار انتخاباتی‌اش از اقدامات حقوقی بیشتر خبر دادند و تاکید کردند اگر شمارش آرا بر اساس قانون انجام شود، به راحتی در انتخابات پیروز خواهد شد. لطفاً تازه‌ترین خبرها را از وبسایت و شبکه‌های مجازی و تلویزیون صدای آمریکا پیگیری کنید و از اینکه بیننده خبرهای این ویژه برنامه بودید از شما سپاسگزارم. برقرار و پیروز باشید.